بینندگان گرامی، درود بر شما. با برنامه خبری در یک نگاه در خدمت شما هستم. یاران شورشگر در شهرهای مختلف اروپا علیه موج اعدام‌های اخیر در ایران تجمع و تظاهرات کردند. آنها از فراخوان خانم مریم رجوی برای کارزار نه به اعدام حمایت کردند و خواستار لیست‌گذاری تروریستی سپاه پاسداران و ارجاع پرونده سران رژیم آخوندی به شورای امنیت به جرم جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی شدند. روزنامه بیلد آلمان نوشت شعبه برلین دانشگاه جامعه مصطفی وابسته به رژیم ایران تحت نظر نهادهای امنیتی آلمان قرار دارد و گمان می‌رود این مرکز نه یک دانشگاه بلکه مرکزی برای سربازگیری به منظور انجام عملیات ترور در داخل خاک آلمان باشد. مدیر اداره حفاظت از قانون اساسی سازمان امنیت داخلی آلمان گفت فعالیت‌های محور ایرانی ترور در آلمان تحت نظر است. مقامات آلمانی به دنبال اعضای یک واحد تروریستی سرویس مخفی سپاه پاسداران در آلمان هستند. بیلد افزود فهرست‌های محرمانه از دستیاران احتمالی تروریست‌ها و جاسوسان رژیم ایران در حال حاضر در محافل سرویس مخفی برلین دست به دست می‌شود. بر اساس اطلاعات بیلد این اسامی تقریباً 700 نفر از حلقه‌های جامعه مصطفی را شامل می‌شود. خبرگزاری بلومبرگ درباره قاچاق نفت توسط پسر پاسدار شمخانی در لندن نوشت یک صندوق پوششی به سرپرستی حسین شمخانی، تاجر مخفی کالاهای اساسی و یکی از بازیگران مهم در ایران و روسیه در نزدیک فروشگاه لوکس هارودز لندن قرار دارد. این صندوق که در سال 2022 تأسیس شد در حوزه انرژی فعالیت می‌کند و دارای دفاتری در ژنو، دبی و سنگاپور است. بلومبرگ افزود به رغم رازآلود بودن هویت مالک آن، این صندوق توانسته تعداد زیادی از متخصصان تجارت کالا را استخدام کند. با وجود اینکه شمخانی به ظاهر و رسما
نقشی در این صندوق ندارد، او همچنان در تعیین استراتژی‌های آن دخالت دارد. سایت اویل پرایس آمریکا با عنوان اجرای سخت تحریم‌های نفتی می‌تواند قدرت سپاه پاسداران را فلج کند نوشت، بودجه جدید رژیم ایران برای سال‌های 2024-25 درآمدهای نفت و گاز سپاه پاسداران و سایر گروه‌های نظامی را به میزان قابل توجهی افزایش می‌دهد. منابع رژیم ایران اعلام کردند لایحه بودجه دولت پزشکیان نشان می‌دهد که بیش از 50% از کل درآمدهای صادرات نفت و گاز به خزانه نیروهای مسلح سرازیر می‌شود. شقاقی اقتصاددان حکومتی با اشاره به بودجه دولت پزشکیان اعلام کرد با بودجه 1404 نگرانی‌های تورمی وجود دارد. دولت در حال اجرای سیاست دولت گذشته است. قیمت ارز هم این گونه است. دولت درباره سال آینده هیچ تصویر روشنی ندارد. ناچار شده که قیمت ارز را متناسب با تورمی که پیش می‌رود تعدیل کند. فرشاد ابراهیم پور عضو مجلس ارتجاع اعلام کرد آمار واقعی دانش آموزانی که موفق به ثبت نام در مدارس نشدند بیش از آماری است که نهادهایی مانند آموزش و پرورش اعلام کردند. امسال حدود 2 میلیون دانش آموز ثبت نام نشدند. پاسداران رژیم در تهران گفت فقط در 13,000 کلاس در تهران کلاس درس در کمبود داریم. همزمان با سقوط ارزش ریال و افزایش قیمت دلار، رئیس اتحادیه سوپرمارکت‌ها خبر داد برخی از کارخانه‌ها مواد اولیه‌شان را به علت افزایش قیمت دلار گران کردند. به همین علت قیمت کالاها افزایش پیدا کرده و بیشترین افزایش قیمت در بخش مواد لبنی بوده است. به همین علت سوپرمارکت‌ها بعضن به فکر تعطیلی هستند. آخرین خبر. شریفی مقدم دبیر ارگان حکومتی خانه پرستار گفت حداقل 8 ماه از معوقات بخشی از پرستاران پرداخت نشده است. یکی از دانشگاه علوم پزشکی 14 ماه است که تعرفه گذاری خدمات پرستاری را پرداخت نکرده است. با سپاس از همراهیتون تا در یک نگاه دیگر. خدا نگهدار.